آره من روح و اینا زیاد بازی کردم، شاید به این دلیله که در واقع فیلمایی رو رفتم مجانی سفید امضا کردم، مثلا چه می‌دونم ژانر وحشت کار کردم، کودک کار کردم. این واقعیت قضیه اینو من مدت هاست فیلمنامه عرقمو در نیاورده. یه آرزویی کردم برای مردمم که کاش ما وضعیت دنیویمون هم وضعیت خوبی بودی، چیده بدی هم نیست به نظرم. آقای حمید فرخ نژاد بازیگر بسیار واقعا درخشان، طناز، خوشتی و عاشق، امسال یک فیلم در جشنواره داره، میخوام ببینم علت کمکاریش چیه. سه ما طول کشید همینم. عرضم به حضورتون که سلام و عرض ادب. امسال یه فیلم داشتم دیگه، یه مدتی پرکاری که البته داره میاد، بقیه فیلم هم یک فیلم کار نکردم، این یه دونه در اون تو جشنواره رسید. بله بله، بله. در دقیقه 90 بله رسید اینجا. بله بسیت کار داشتم. یه نقش متفاوت داری ولی خیلی ها فکر میکنن یه جوری به شکلهای دیگه این نقش رو بازی کرد. آره من روح و اینا زیاد بازی کردم، شاید به این دلیله که در واقع توی حالا عمدهش هم توی سریال حلقه سبز آقای حاتمی‌کیا بود که نقش روح بود و خیلی ها دیده بودن دیگه. بعد توی یکی دو تا فیلم دیگه هم در واقع نقشایی داشتم که اون جهانی بودن. اینه که شاید به این دلیل دموکراسی در روز روشن بوده. بله. چطوری میشه که تو رو برای همچین نقشه انتخاب میکنم؟ نمیدونم انتخاب میکنن دیگه، یه پروسه پیش میاد دیگه، الان مثلا بعضی وقتا میشود بعضی وقتا نمیشود. و این رفت این کارو که خوندم خب خیلی کار ویژه‌ای بود، وقتی که در واقع فیلمنامه‌اش رو خوندم و باز اینو گفتم تو مصاحبه‌های قبلی، من گفتم من با آقای هنرمند میگم تو دهه 60 موندی، واقعا در این سینمای دهه 60 خیلی سینمای ویژه‌ای بود. بله. و یه جور دیگه بود اصلا. آدم ها خیلی زحمت میکشیدن، نوع نگاه ها فرق میکرد، نوع در واقع سینما فرق میکرد. این فکر میکنم از اون جنس سینمای اون موقع است، اگر که مخاطبین هم ببینن به این پی خواهند برد. برام خب خیلی جالب بود بعد از مدت ها کار کرد. این واقعیت قضیه اینو من مدت هاست فیلمنامه عرقمو در نیاورده. یک واقعیته که در واقع جنس اون کارهای اون موقع که یه جوری دیگه کار میکردیم اون قدیم‌ترا. این خیلی متفاوت بود از در واقع در مقابل فیلمنامه‌های جدیدی که بهش داشتم. زنگ‌های هنرمند رو دیدی؟ بله. قبل از بازی داری؟ قبلا هم دیدی؟ نه من قبلا نه، به نیت این کار قبلا دیده بودم. بله. چه نقشی هست که اگه به تو پیشنهاد بشه دوست نداری بازی کنی؟ دوست ندارم بازی کنم؟ بله. خیلی نقشا پیشنهاد شده که دوست نداشتم بازی کنم. خب شاید به لحاظ قصه یا به لحاظ ساختار یا به لحاظ کارگر اینا رو نپذیرفتی، و چه شخصیتی یا چه جور تیپی رو دوست نداری بازی کنی؟ فیلمنامه‌ای که در واقع غلط نوشته شده باشه، شخصیتی که در واقع درست پرداخت نشده باشه، وقتی به خوردت نمیره خب طبیعتا نمیتونی بازیش هم بکنی. این اون جاییه که در واقع تو نگاه میکنی که چوده. یه وقتایی هم بوده که مثلا فیلمنامه‌های خوبی بوده میت شده، ولی وقتی با کارگردان صحبت کردی یه عوالمی داره که اصلا عجیبه، بعد یا مثلا کنار نیومدیم با هم دیگه. این اتفاقاتی بوده که باعث شده مثلا گاهن یه چیزی رو نخوام باشم، ولی برام همیشه مهم بوده که کارهایی رو بکنم تو ژانرهای مختلف. وحشت. شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید و برنامه‌های متنوع دیدارت رو تماشا کنید.
مصاحبه‌های متفاوت و اختصاصی با هنرمندان، بازیگران مطرح و بازیگران جوان و مستعد. کارنامه سحر دولتشاهی پر از نقش‌های کوچک و بزرگی که تحت هدایت کارگردان بررسی کارنامه هنرمندان و مرور فیلم‌های مهم ایران و جهان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما. یادتون نره برای حمایت از ما کافی صفحه دید آرت رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از تازه‌های ما با خبر بشید. ممنونیم از شما. کار کردم، کودک کار کردم. این اگه اسمش تاریخی باشه یا مثلا فیلم استرداد اگه اسمش تاریخی باشه اونو کار جنگی کار کردم، ملودرام کار کردم، توی چیزهای مختلف سعی کردم، کودک کار کردم، سعی کردم مثلا توی چیزهای کمدی حتی خودم رو محک بزنم ببینم چه جوریه. من همیشه این یک اعتقاد دارم، این که نقش باید درست ترسیم شه، کاراکتر درست پرداخت شه، این که چی باشه، در واقع چه جانبی باشه. اتفاقا خوبه که آدم کار نکرده باشه و خودش رو محک بزنه، چون به نظرم سینمای ما اولین آفتی که یه آفت بزرگش اینه که شخصیت پردازی انجام نمیشه توی خیلی از فیلمنامه ها. به همین خاطر رجوع میکنم به ذهن تماشاگر، اینه که مثلا شخصیت های تیپ توی سینمای ما وجود داره. قبلا هم گفتم، چون زن دوم حرفه‌ایه، شهید حرفه‌ایه، پیرمرد داغدار حرفه‌ایه، جوان مرد حرفه‌ایه، یعنی همیشه اینه که تماشاگر و فلانی میاد حتما باید تا میاد آدم باید بترسه، آدم بده است و جلال برای سینما میشی. که همیشه از این فرار کردم دیگه، سعی کردم مثلا چیزای مختلف رو، نقشای تیپ رو دوست نداری. آره، این راهش اینه که تو ژانرهای مختلف و شخصیت‌های مختلف به شرطی که درست پرداخت شد. درسته. شما بازیگر گرونی هم هستی، ولی یادمه که همیشه گفتی یه بارم به خود من که اگر یک فیلمنامه خیلی خوب بهم پیشنهاد بشه مجانی بازی میکنم. آره آره، واقعا یعنی من امروز یه سوالی هم شدیم پایین در ارتباط با همین، ببین که واقعیت وجود داره که هرچی وجاهت سینمایی یک اثر بالاتر باشه، یعنی وجاهت هنریش بالاتر باشه، طبیعتا عوامل نه تنها بازیگرا هم بقیه عوامل هم در واقع یه جور دیگه نگاهمون میکنن. سینما که بیشتر نزدیک به بازی تجاری و برای در واقع کسب درآمد و سرگرم کننده است، خب طبیعتا توقع آدم ها از اون یه چیز دیگه است، در این سود آدم ها باید شریک شن. ولی بوده که مثلا منی که حالا شما میگید گرون، فیلم هایی رو رفتم مجانی سفید امضا کردم، مثلا نظر فلان مرکز خیریه کردم، برام چیز بوده، برام این بوده که مثلا چون من زنگ زدم حتی به فلانی گفتم آقا میخوام تو فیلمت باشم، کردم این کارو، خوشم اومده از کارش، در واقع براش ارزش قائل بودم، میدونستم اون برای کارش ارزش قائله و رفتم و انجام دادم. و فکر نمیکنی اگر تعداد فیلمنامه های غیر جذاب بهت زیاد پیشنهاد بشه آخرش مثل یه کاری که خودت کردی بری به سراغ کارگردانی دوباره؟ خیلی دوست دارم دیگه، همیشه هم دغدغه‌ام بوده، امیدوارم یه اتفاق بیفته که باز انجام بدم این کار، در واقع کارگردانی و این چیزا. ولی خب توقعم از خودم خیلی بالاه. زمانی مثلا شده خودم رو توجیه کردم، گفتم خب فلان کارو پولشو میگیرم، رفتم و کار کردم. اینکه در واقع بد بشه میگم خب من کارم کارنامه کاری مشخص، اگه زمانی یه کاری اتفاق خوبی توش نیفته طبیعتا تماشاگر میگه اینا نتونستن خوب از این استفاده کنن. و یه بعدش هم خب بحث مسائل مالیه که خودم رو توجیه کردم. ولی در مورد خودم وقتی بخوام کارگردانی بکنم، نه راستش این پوانو به خودم نمیدم، من میگم وقتی کار بکن که خیلی کار خوبی بکنی. چه تیپ فیلمی رو دوست داری خودت بسازی؟ چه تیپ فیلمی رو آرزو داری که بازی کنی؟ ولی من همیشه گفتم که این در مورد اینکه چی دوست داری بازی کنی، خب کمتر آثاری بهت رجوع میشن که همه آنچه را که میخوای درش باشه. خب سینمای اونور خیلی قهرمان سازی رو خیلی خوب بلده سینما. توی معدود در واقع آثاری که خوندم یک شخصیتی بوده که عرقمو در آورده، مثلا چه میدونم همیشه گفتم اینو که کلیدر، اگه گل محمد کلیدر یه زمانی چیزشه، من میگم آقا به شرط اینکه دیگه بازی نکنم حاضرم آخرین کارم باشه. این کار خیلی چیزیه، پروپیمون درستیه و همه چیزش درسته. و این اون دغدغه‌ای که همیشه داشتم دیگه، و میگم مدت هاست دیگه اون اتفاقی نیفتاده برام،
چیزی که بهم رجوع شده همه انتظار این بوده که برو یه کاریش بکن. یعنی گفتن یه چیزی ما نوشتیم، یه خط داستان اولیه، اینم هست و میره یک اتفاقی میفته و انجام میده. خیلی اتفاق اینجوری افتاده. جالب نبود برات که اسم این فیلم سمفونی نهم تو رو یاد سمفونی مرگ بتهوون ننداخت؟ اصلا همین صحبتی که کردیم اولش با آقای هنرمند این صحبت شد، گفتش که سمفونی نهم اصلا سمفونی مرگه و این فیلم در بدنم خواستن عوض کنن اسمشو، اسامی مختلف. من خیلی اصرار کردم، میگفتم این مناسب ترین در واقع اسم برای این فیلمه، برای حجم این فیلمه، چون میدونی که نهمی فیلم هنرمند. بله این تقارنش امروز فهمیدم که گفتن، ولی در مورد چیز صحبت کرده بودیم با هم که سمفونی نهم سمفونی مرگه. فیلمو دوست داری؟ اون صحنه که تقابل داره با رابعه عزداری که میاد و باهاش صحبت میکنه، میگم البته این وظیفه داشت که در مقابل من همیشه بعضی از این بازیگرهای جوان که مثلا یه وقتای نقش پلیس بازی میکنن چون اسلحه تا حالا دستشون نگرفته، خیلی براشون جذابه که اسلحه رو همیشه تو همه پلانا اینجوری بگیرن بالا، ولی در واقع اون پلیسی که چه میدونم 20 سال 15 سال اینا و بالش بوده آویزونشه، خیلی چیز اصلا چیز جالبی براش نیست. میبینیم همیشه داشتم فکر میکردم که در مورد این شخصیتی که کار کردم، مرگ برای ما خیلی مقطع و مرحله عجیب و حساسیه، ولی برای کسی که کارشه چیز ویژه‌ای نیست. در محور بازیم توی این کار این بود که در واقع مرگ برای این خیلی، یعنی وقتی آدم مورد قاطیشون نمیشه، نه ما خیلی با فاصله است، تو خیلی تکنیسیان این کاره. توی این فیلم هم همین در واقع با این چیز رفتم جلو که حتی تا یه جایی کمدی هم میشه، وقتی که در واقع برای ما یک مقطع خیلی ویژه است، کسی که میخواهد بمیره، ولی آیا برای اسرائیل هم همینقدر ویژه است؟ من همیشه از خودم از دید اسرائیل داشتم نگاه به این قضیه میکردم و در واقع اینو و اینجا براش طراحی کردم. اسرائیل به نظرت یه نفره؟ همین، من اتفاقا اینو توی این کار فهمیدم که خود در واقع ملک الموت چیز اون اسرائیل که در واقع ملک الموت، نه نه این خود حضرت اسرائیل که ایشون یه نفره، یه تعدادی دستیار داره، من تازه فهمیدم اینو که به اونا میگن ملک الموت، که اون برای ماموریت‌های اون خودش مثل که اشخاص موارد خاص اون معاونت چیده که در واقع ویژه باشه اون خودشون میرن، آدم هایی که در واقع خیلی ویژن در یه سطح دیگه. ولی توی این کار بود فهمیدم که نه، یه تعدادی در واقع چیز داره، به اون میگن ملک مقرب، خود حضرت اسرائیل که چیز مدیر کله و بقیه هم چیدن دیگه زیر دستش، آره عامل دارن کارای کسی که کارایش کنه. این کسی که توی این فیلم بود یک ملک الموته. گاهی توی مصاحبه ها یا توی اظهار نظر های وقتی چیزایی میگی که خیلی بازتاب پیدا میکنه، اغلب بازتاب های خیلی مثبت داشته، ولی این اخیرا یه چیزی رو از قولتون نقل کردن که بازتاب خوبی نداشته. بازتاب خوب داشته؟ داشته. خب از همهشون بازتاب خوب داشته؟ نه بازتاب خوب داشت. من به نظرم حالا اگر که در مورد این بحث چی صحبت میکنیم، یه آرزویی کردم برای مردمم که کاش ما در واقع وضعیت دنیویمونم وضعیت خوبی بودی، چیده بدی هم نیست به نظرم، ازشم دفاع میکنم. خب کاش، بازم میگم کاش شرایط دنیویمون به گونه ای بود که ما اینکه داریم امکاناتش رو، ولی متاسفانه در زمین مدیریت و اینا یه کمی آدم های بی مسئولیتی الان هستن یا کم فهم،
اینجوری بگم در مورد کاری که میکنن زیاد چیز ندارم. آرزو کردم، کاش، بازم آرزو میکنم که به لحاظ دنیوی و زندگی در واقع چیز داره همچین رفاهی باشه. سویچو هرچی بدم بدید به من سویچو. مگه شما نگفتین من مقصر نیستم؟ میدانم برای چه آمده اید. آقا شما جایی میخواستیم بریم؟ نه. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.